دوستان بسیار عزیزم، از گردانندگان عزیز این برنامه در درجه اول تشکر می‌کنم که فرصت دیدار با بسیاری از شما عزیزانی که مدت‌ها بود ندیدم و اونایی که تازه می‌بینم فراهم کردن. من وظیفه دوگانه و توامان دارم، این معنا که هم یک گفتار کوتاه با من محول شده و هم شعرخوانی. بنابراین خودم باید اینو یه جوری تقسیم کنم. شبی هم که ما امشب می‌گذرانیم، شبی در واقع فضای احساسی و نگاه با اون جهنمی که پشت سر گذاشتیم و متاسفانه روی ما هم هست همچنان. بنابراین این گفتار کوتاه رو من عادت ندارم کتبی بخوانم اینا، ولی چون همچون که رفیق ما خیلی خشن گفت که 40 دقیقه بیشتر نماید بشه و من هم زمانی رو برای شعرخوانی گذاشتم، بنابراین با تعهد این کسی که تصمیم گرفتم که یه چیزایی رو یادداشت کنم. میشه خواهش کنم، ادهی خواهش میکنم که شما بفرمید بسط آقا میکروفون شما اینجا بود، میکروفون من نیست، من رو بگیم کنم جا بعد خدمت شما عرض میکنم که بنابراین به ناچار یک گفتار کوتاهی رو مکتوب کردم خدمتتون میخوانم و بعد به شعرخوانی ادامه میدم نیمی از وقت رو. عزیزان من میخوام که پیش هر چیزی این گفتار کوتاه و این شعرخوانی رو تقدیم کنم به رفیق عبدالله لیچایی. عبدالله لیچایی معلم دانشگاه گیلان، رفیق الله از اونجا دست برد میکنه، در سال 59 در جریان حمله غفاری معروف به چماغدار که روزا اصلاح طلب شده به دانشگاه گیلان بازداشت شد و در سال 67 همراه برادران و خواهران و رفقاش با سلامت تمام ایستاد و تیرباران شد و نام او را کمتر می‌شناسید و عزیزی بود بسیار شیرین، با اراده، با افق نگاه بزرگ، نه با تنگابه‌های فکری. به یاد عزیز او امشب رو به سهم خودم می‌گذرانم در برنامه‌ای که با شما دارم. خب راجع به دوستان عزیزی نشستن که همشون کتاب نوشتن در مورد گزارش‌های زندان، بنابراین خب من با لکنت باید حرف بزنم. چیز زیادی برای گفتن قاعدتا به عنوان کسی که میخواد یک ربع حرف بزنه باقی نمیمونه بعد از 24 سال از جنایت، 33 سال از سیاهکاری و آدمکشی رژیم جمهوری اسلامی ایران. با این حال تلاشی میکنم مثل صدای کوچک در مقابل آوازهای بزرگی که در هزاران صفحه مکتوب و مضبوط شده در ثبت صوتی. میخوام یه مقدمه کوتاهی دارم. میگم متاسفانه زندانیان زندان پسر رضاخان میرپنج مثل بنده درباره زندان‌ها و جنایات بیشمار سواک کاری چندانی نکردند، زیرا از فردای آزادیشان مسئله انقلاب در دستور کار بود و به درستی میبایست انرژی‌ها در اون مسیر مصرف بشد. پس از جلوس ضد انقلاب در حکومت هم با وجود قدرت دوگانه و مقاومت مردم برای حفظ و تعمیق دستاوردهای انقلابی که شکست خورده بود، فرصتی نماند تا جهنم زندانهای شاهانه به تفصیل ثبت شود تا امروز ثابتی جلاد با وقاحت تمام داستان بافی نکند و به انکار شقاوتهای آدمخواران حکومت اعلی حضرت نمی‌شیند. باری پس از اون دوری کوتاه هم که روشن است، دوباره زندان‌ها پر شد و جوخه‌های اعدام در سراسر ایران برقرار گردید و اکثر زندانیان سیاسی دوره شاه که در صحنه باقی مانده بودند و مبارزه هم آواز با مردمشان به مبارزه ادامه می‌دادند توسط نوآمدگان
شریعت پناه یا به قتل رسیدند یا دوباره به زندان افتادند و به شکنجگاه ها برده شدند یا در تبعید کار اونهایی که ادامه دادند کار مبارزه با رژیمی درگیر شدند که در جنایت و بیدار و قتل و سرکوب و شکنجه و کشتار روی جنایتکاران سر به خود را سفید کرده است. زندانیان از بند حکومت اسلامی به ویژه زنان قهرمان ما اما موفق گردیدند یادنامه هایشان را از زندان های آیت الله ها در هزاران صفحه کتاب و مقاله و صدها ساعت گفتگو ثبت و ضبط و منتشر کنند تا نه تنها بی انتها بودن سبوعیت شریعت مداران سرمایه‌دار را بر ملا سازند که عرصه بی انتهای مقاومت را هم در برابر بیداد دشقیمان حکومت سرمایه‌داری مذهبی به نمایش بگذارند. در هیچ دوره از تاریخ ایران سراغ نداریم که رابطه زندان به زندانبان، رابطه شکنجگران به شکنجه شدگان، ظرفیت بالای عاملان و عاملان در اعمال شکنجه و نفرت بیکران آنان، نفرتی که از باورهای ایدئولوژیک دینی و پیوند ارگانیک آن با منافع اقتصادی و حکومتی و دولت مداری در مقابله با دگر اندیشان جوشیده است، این چنین مکتوب و مسترد در اختیار ما و آیندگان و تاریخ قرار گرفته باشد. دست همه این عزیزان درد نکنم. با همت این عزیزان است که سیمای فاشیستی نظام جمهوری اسلامی ایران به روشنی تمام در اسنادی کتبی و شفاهی ترسیم شده است. در این آثار جغرافیای زندان، موقعیت شکنجهگر و شرایط اعمال شکنجه و کشتار، دلایل مذهبی و سیاسی و اجتماعی و روانی آن، شرایط حیرت‌آور عمال و جلادان حکومتی، سطح شکنجه، اشکال اون، شرایط حیرت‌آور آن، گزین اشکال و ابزار متنوع برای اعدام، ابتکارات فوق تصوری چون خلق تابوت آج داوود، حذف فیزیکی تا متلاشی کردن روح و روان مخالفان و منتقدان و حتی دگراندیشان غیر سیاسی و ده‌ها و صدها زاویه دیگر به صورت اسنادی روشن و غیر قابل انکار منعکس شده است. نویسندگان و راویان جان به در برده در فضای چنین سیاه و اعمال قساوتی چنین بی‌مرز و انتها توانستند شکست ناپذیری و مقاومت‌های شگرف رشک‌آور که بیانگر حماسی شکوه و عظمت انسان آرمان‌خواه و عاشق است را ثبت کنند. در این حال این عزیزان کوشیدند ضعف‌ها و شکست‌های تلخ و خرد کننده را هم در صف قربانیان جهل و جنایت بازتاب دهند و پدیده تقاب تقاب سازی را که پیش از ضعف به زانون زده درآمدگان بیانگر بیرحمی در رنگ خویی و خشونت بیمهار رژیم سرمایه‌داری مذهبی و جلادانان است ترسیم کنند. هرچند جهان امروز هنوز از جنایاتی که در بسیاری از شهرها و شهرستانهای سراسر ایران گذشته بیخبر است، اما در همین ساعت از اطلاعات یک بر ملا شده کافی است تا ثابت شود از همون فردای به قدرت رسیدن روح الله خمینی جنایات هولاک به سازمان یافته و آگاهانه دولتی در سراسر ایران رخ داده است که در جریان آن هزاران انسان از پیر و جوان در کام مرگ و جنون فرو شدند. در این میان گرایشاتی هستند
که تنها سنگ خودشان را بر سینه می‌زنند و تاریخ شکنجه و کشتار توسط حکومت اسلامی در دید آنان از نقطه آغاز می‌شود که حکومتیان خود آنان را هدف قرار داده بودند. از نگاه اینان رژیم اسلامی گویا قبل از اون رژیمی ضد امپریالیست و سپاه پاسدارانش حامی انقلاب بوده و خود آنان ای بسا خط امامی و یا قبل از اون که نیروی مسلط در حکومت اپوزیسیون قانونی یعنی صفهای حضرت عباسی را قلقم کند، ایران لابد غرق در نور امام خمینی بوده است و آزادی و عدالت اسلامی برقرار. یاران عزیزم، همونطور که همه واقفند، البته که از همون فردای پیروزی قیام عدل اسلامی برقرار بوده که روایت ساده اون در چند کلام چنین است: روح الله خمینی آن سید اسیر کش جلاد پس از آن که خرش از پل گذشت و چون ضد انقلابی هار بر گرده انقلاب نشست، فتوای قتل دگراندیشان را داد و از همون فردای حاکمیت سیاه خونبارش کشتار عوامل رژیم سابق بدون محاکمه آغاز گردید و ما چپ‌ها نابخردانه در برابر این تجاوز آشکار سکوت تأیید‌آمیز کردیم و سپس کمونیست کشی و بهائی کشی راه افتاد و برای نیمی از جامعه یعنی زنان حکم یا توسری صادر شد. مجاهدین انقلاب اسلامی که امروز اصلاح طلب شده اند با همپارگی‌های جفت طاقشان دسته‌های سرکوب راه انداختند و به نام حکومت عدل علی طرفداران حکومت کارگری را در همه جا سرکوب کردند، سپاه پاسداران را تشکیل دادند و همدست کسانی همچون سروش و مخبلبا و سایر مرتجعین انقلاب فرهنگی را انداختند که عبدالله لیچایی یکی از قربانیان است و به دستور آقا قلم ها را شکستند، در کانون نویسندگان ایران را بستند، ترکمن صحرا را به خاک و خون کشیدند و در کردستان حمام خون را انداختند. تازه آمدگان تمام دهه شصت را از خون مردمان سراسر ایران به ویژه جوانان آنان رنگین کردند و اکنون به همت زنداریان رسته از بند، همگان می دانند که در تابستان شصت موج کشتار بالا گرفت، حتی جلوی چشمان حیرت زده مردم جوانان ایشان را در خیابان ها بدون محاکمه به رگبار بستند و در تابستان 67 با کشتار هزاران اسیر زندانی زندان ها را خلوت کردند و اکنون هم در همچنون بر آن پاشته میچرخد و حکومت و میچرخد به کارگران، جوانان، ملیت های ساکن ایران، روشنفکران، روزنامه‌نگاران، نویسندگان و دیگر اندیشان به خاک خون کشیده می شوند و به زندان برده می شوند. من نمی خواهم اینجا وقایع سال 57 به بعد را مرور کنم. اجمالا گفتم می خواهم بگویم رژیم جمهوری اسلامی ایران در تمامیتش از همون فردای انقلاب، از همون روزی که بر گرده انقلاب متناقض سوار شد، دیگر اندیشان را یا اعدام یا ترور کرد. اولین ترور شاید شامل حال محمدی کتاب فروش روی دانشگاه تهران بود که کتابخانه اشان را آتش زدند و همینجور ادامه پیدا کرد، شکنجه کرد و به اشکال مختلف به قتل رسانید، از سنگسار تا آویزان کردن به وسیله جرثقیل در ملعام و حلق آویز کردن و تیرباران جگرگوشگان مادران در زندان ها
این رژیم چیزی کم نیاورد و در سرکوب جنبش مدنی و آزادی خواهی و عدالت جویی حد و مرزی نشناخت و نمیشناسد. خانم ها و آقایان گرامی، آیا وجود هزاران صفحه گزارش از زندان های سراسر ایران و صدها ساعت از شهادت جان پدر مردگان از کشتارگاه های رژیم اسلامی ایران و حضور مادران داغدار عدالت جویی که با تأسف یکی یکی زیر نقاب مرگ خاموش می شوند و وجود همسرانی که غبار پیری بر گیسوان و ریش هایشان نشسته است، وجود فرزندان قتل عام شدگان، خواهران و برادران و سایر وابستگان به شاهدان جنایات بیشمار رژیم سرمایه‌داری اسلامی کافی نیست تا دادگاهی هرچند نمادین برای ثبت این جنایت و محکومیت رژیم شکنجه و کشتار تشکیل شود. امری که بسیاری از ماها از جمله خود من یکیش در این 30 ساله برای تحقق آن تلاش کردیم اما متاسفانه موفق نشدیم. حالا که امروزه به همت بسیاری از یاران من این ضرورت مادیت پیدا کرده و دارد به صورت نمادین هم شده به پیش می رود، شایسته است با اتهام‌های بدون دلیل محکوم شود. باید از منتقدین که بی دلیل و مدرک علیه این اقدام مسئولانه تبلیغ می کنند پرسید جرم اینها چیست جز پیش برد این حد بشری؟ چرا باید در تخته تلاش عده داغدار و شکنجه شده برای موفقیت دادگاهی علیه حکومت بیداد ناخواسته در بهترین حالتش ناخواسته همسو با عمال رژیم کشتارگری شد که حیاتش نسل کشی و مملو از نسل کشی به جنایت است. امروز با درد بسیار عده‌ای بیخرد که به جای از که از خانواده چپان زیر عنوان خطر جنگ و مقابله با تحریم های امپریالیستی که به جای خود از اهمیت بنیادی برخوردار است و ما در تمام این سالها لااقل اون چپی که مدعی براندازی انقلابی جمهوری اسلامی و مبارزه برای سوسیالیسم بود لحظه ای از او غفلت نکرده، همزمان علیه دو ارتجاع تلاش کرده که بجنگه و صدای سوم رو جا بندازه، صدای مردمی رو که از سوی دو ارتجاع داخلی به بین المللی خفه میشند، اینو با تحریم‌های با قوغا سالاری و غیر مسئولانه برگزاری ایران تلویزیون را بدون دلیل محملی برای حمله امپریالیستی ایران میدونند. انگار امپریالیست‌ها امکانات و بهانه کم دارند. ادعایی که مرغ پخته هم خندهش میگیرد. آیا تریبونال را تفتح می کنند که خانواده های قربانیان همین رژیم آدم خوار با خون دل اون را با همت و کشتار به راه انداخته و هزینه هایش را از امکانات ناچیز خود تأمین و آن را تأمین کردند، با اینکه گردانندگان تریبونال بیلان کار و ارقام هزینه و محل تأمین آن را ریز بریز اعلام کردند، باز هم این جماعت از روی نمی روند و با پریدن از این شاخه به اون شاخه شبانه روز به اتهام زنی به پرت و پلاگویی مشغولند. در حالی که اگر صادق هستند و ریگی به کفش ندارند، پس از مشاهده این همه سند در اثبات زلالی تریبونال، اخلاق کمونیستی این است که به خدای خود اعتراف کنند و از خودشان انتقاد کنند یا لااقل دم فرو بندند. اما با تأسف به درد بسیار از کسانی که خودخواهی ایشان قوی‌تر از باورهای شریفشان است،
داشتن چنین انتظاری سادگی است. با این همه باکی نیست. این طبیعت رودخانه است که موانع را کناری بزند، راه بگشاید و مسیرش را هموار کند تا به راه خود ادامه دهد. بیداد داد می‌طلبد و چنین باید. تعدادی شعر اینجا گزین کردم از دو کتابم، خوشه های آواز و گفت سفره، که به همین نشست دقیقا مربوط میشه و اینها را یک جوری چیدم که یک چیز به هم بافته است، یک نقه به هم بافته است. از رفقا و دوستان عزیزم تقاضا میکنم اگر احیانا از قطعه شعری خوششون آمد لطف کنن به کف نزنن. اجازه بدید من این شعرها رو در یک روند و یک فضا که حس فکر میکنم همه ما رو توش منعکس میکنه با هم دیگر بشنویم. من برای اینکه وقتم نظرین تو از صفحاتم رو تنظیم کردم که رعایتم کرده باشم وقت عزیز رو بید. هیچ کس بباشید. هیچ کس از این دریا عبور نخواهد کرد مگر که تابوتش از گل سرخ ساخته باشد. به خیابان می روم، در باران شنا می کنم با تابوتی از گل سرخ در عبوری بی بازگشت. این چنین است که آجر به آجر خانم را می سازد. وقتی که واقعا به تخت شلاق خوردن اونهایی که ما تو زندان بودیم و بسته شدیم و اومیزد، سه صدا همیشه بود. صدای آن که شلاق میخورد، صدای آن که شلاق میزد و زوزه خود شلاق که پیچ و تاب میخورد. این سالها این حس با من بود و این به این شکل در من وارد شد و این رو نوشتم. صدا میآید، صدا می آید، صدا می آید، صدا می آید، صدای باد می آید، صدای باد از بیداد می آید، صدای باد از یخبندان جان، صدای باد از زخم حنجره می آید، صدای باد می آید، صدای باد از دهان نفرت و زوزه شلاق داغ می آید، صدای باد می آید، صدای باد هم از زوزه هم از فریاد می آید، صدای باد از نفرین 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 زاهوزدگان از سرود سرد ناز می آید، صدای باد، صدای باد می آید، صدا در خود پیچان چون شلاق، در خون پیچان چون گرداب، صدا با زخم و خون و خوف و چرک و جنون به چرخ شدن به چرخ بی انتها می شود. آن نه روشن خونین را من به رفیقی تقدیم کردم، علیرضا شکوهی، که شنیدم لاجوردی می گفت در رابطه با همین رفقای مشترک من رو که شکنجه می کردن. گفتم تو شکوهی هستی؟ میگم من او را این را ساختم. از شکوهی ها بسیار در زندان ها داریم. این را به یاد بزرگ همه اونها، به یاد زنان و مردانی که آن نهر روشن خونین را سر دادن، این نفره میخوانم.
صدها زخم دهان گشوده در یکی تن به چرک و خون و ورم گله شده، لهیده و ویران با آوازی کوتاه پنجره خونین را خراش این دوباره می دهم. نه که از هیبت آن جلاد را رعشه به جان می نشید. عجب جانی دارد این پیچکی که به زحمت تا روی پنجره بالا کشیده است، در بارش تاریک شلاق و تبر آن نه روشن خونین را می شنود، چون مادری که قلب جوانش را به کنده غصاب دیده باشد، آتش گرفته سر به چوبه پنجره می کوبد و برگ برگ در شیبنی خفه شده می بارد. همه شما عزیزان می دونید در این هزاران گزارش یک مکتوب، زنان قهرمان ما، این جانبون به در بردگان از زندان ها بیشترین و بزرگترین نقش داشتند و سایه روشنی که اینها در نشان دادن سیمای رژیم شکنجه داشتند بی‌نظیر بی‌آرمانده نیست. و نوجوانی ما ترجمه هایی رو می‌خوندیم از دوره آدم فاشیست ها مثل تری بلانکا و این کار دیگر، واقعا اون چیزی که اینها ترسیم کردن اون گزارش ها بیرنگ میشه. من یک کاری دارم با عنوان آهو بانو در رابطه با همین موضوع، این رو تقدیم کردم به زنان رسته از بندی که سیمای نظام شکنجه را برملا کردند. هنگام که ستارگان خاموش میشوند، آسمان پایین می آید و تیغه تاریک ما آواره است، ترانه های روشنت آبشار می شود و ما به چون جنگلی بیباران آن را می نوشیم در آواز بارش خاموش برگ های سوخته و رخشه شب در های تشنه بر نگاه تلخ مادران مات. هنگام که ما همه گوداریان مثل ماه گرفته تاریک می شویم و شیون شومی در اعماق جنگل تار با کرناگ زوزه گرگان دور دست موسیقی حراس می نوازد ترانه های روشن تو، چنان که باران بر خارزاران بر ما می بارد. آهو بانو، فریاد خفه شده شبانه های خاموش، فریاد بی صدا برای ما بخوان 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 مراسی بیداد را تا انفجار کینه و ازدحام رایحه خش که خاموشی زمحریر فراموشی است. آهوبانو، آواز روشنت را بر جان داغدار زمین جاری کن و عشق را نشان کن بر خاکدان یابسه سرد که شهابت از اندازه آدمی فراتر رفته است و انسان در مسلخ تنها مانده است. آهو بانو، با روشنای فریادت چون هیمه در آتش زندان شیخ و شحنه روایت کن و از روزگار تیره حکایت کن.
دوستان عزیزم شعری بخوام بخوانم که میخوام یه توضیح 30 ثانیه برش بدم. اونهایی که خب تواب شدند و با رژیم همکاری کردند و کارهای خیلی سیاه کردند و من کاری ندارم تو جبهه های اعدام شرکت کردم، ولی جهنم این رژیم کسانی از یاران ما را به زانو در آورد بیان که دست به سیاه کاری البته بزنند. در این شعر نوشتم سوار افتاده سبوی شکسته نیست، بیگمان امشب شعری خواهم سرود به چون هیمه‌ای که در شعله خود می سوزد، به چون دودی خاموش که پس از آتش سوزی بزرگ آواره است. بیگمان امشب شعری خواهم سرود از چرایی چکمه هایی که تنها برای له کردن بر راه می شود، از چرایی شکستن و زانو زدن در مخدل. بیگمان امشب شعری خواهم سرود از چرایی تکه تکه شدن، تکه تکه شدن در آواز تسمه شلاق شب پایان. بیگمان امشب شعری خواهم سرود تا حقیقت خاموش برملا شود، تا حقیقت خاموش فریاد شود که در برابر چشمان یخ زده‌ات رویایت را سر بریدند ای دونده خسته. بیگمان امشب شعری خواهم سرود با بالهای گرم باز و دهان آواز تا تو را که از سرما یخ زده ای به چون دل پرنده گرم کند برگه جدا شده به یغما رفته ای دونده خسته. این جنبش 88 که رخ داد با اون جنایاتی که در اون زندان بر سر جوانها آوردند و اتفاقاتی که افتاد، این شعر آمد ترانه سروده که من اون رو تقدیم کردم برای مادران عزادار لالکار. اسمش از چشمان ماهی. ناگه نگاهش ناباور استاد، چشمش به چشم سیاد افتاد، موج است و بازو پارو، موج است و بازو طوفان و پارو، گشت گلابیز با مرگ خونریز همچون بهاران در چاه پاییز. مرغی که از تیر آهو به نخجیر، آهوش ما افتاد از پا، فوار زد خون رخسار گلگون، جان جهانش جان جهان شد، خونش روان شد هر جا دوان شد، در کوی و صحرا دشت و دمنها باغ و بیابان روی خیابان، از این خیابان تا اون خیابان، کویی به کویی شهری به شهری، هر جا که عشقی سرزد جوانه و عاشقان را از اون نشانه، این رفت خونه آهوش ما، فبار زد خون رخسار گلگون، جان جهانش جان جهان شد، خود رسته از خود، خود ریشه در خود، تا که جوشید از خاک رویید، با شاخه ها و برگ فراوان، چلال زاران در بیشماران، زیبای ما شد، رویای ما شد، در تیر زاران دانای ما شد،
فوار زد خون رخسار گلگون جان جهانش جان جهان شد. مرگش چنان چون خوابی پریشان، او زنده در ما، ما زنده در او، این عاشقستان معشوق ما شد، امروز ما شد، فردای ما شد. فوار زد خون رخسار گلگون جان جهانش جان جهان شد. ای داد ای داد بیداد را داد، اون را که با عشق رشته است بنیاد. باید نمیراد، باید نمیراد زین کوه بیداد، فریاد فریاد. فوار زد خون رخسار گلگون جان جهانش جان جهان شد. مرگ آمدم ما چون مار کبرا، خون سرد بی درد در لحظه ای سرد. پیچید خود را بر گردن آن آهوی زیبا، دیدی تو دیدی چشمان ماهی در بی پناهی، وقتی که از طور افتاد به خواب. وای از نگاهش، وای از نگاهش. این شعر را هم تقدیم کردم برای بچه های خونین کفن ما و اسیران اردوگاه های حکومت اسلامی ایران. اسمش هست من کافرم. من کافرم، بر کفر خیشتن ایمان دارم و از خدای شما و امام و رهبرتان چون روح مرگ بیزارم. بر باد باد جان جهانتان در گرد باد پر تف طوفان مردمان. برچیده باد خیمه بیداد در شعله شکفته فریاد و گر گرفتن عمامه ها و عباها و ریش ها و غباها. ایران ما جهنمتان باد بیدلان. روزی اگر که غصه سراغت بر گور آن امام جماران، سردسته تمام جباران خواهم نوشت با تف و تحقیر، نفرت به تو و دودمانت باد ای سید اسیر کش جلاد. نفرت به جانشینانت، نفرت به زاد و رودت باد. من کافرم، بر کفر خیشتن ایمان دارم و از خدای شما و نظام و رهبرتان چون روح مرگ بیزارم. اینجا بر این سراچه تبعید امروز مثل همه روز منتظر همدست موج موج مردم در اوج، با عشق و کینه میرانم تا این فلات سوخته خونین مثل بهار تازه نفس سبز و تر و جوان بشود، چون باغ عاشقان بشود. دریا هوای طوفان دارد. میدانم 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 من با شما در ایران بیدار مردمان، انبوه بی شما ری یاران بر موج سرنوشت میرانم میرانم. و آخرین شعری که انتخاب کردم، این همون پاییز 57 خبر که این گوشه اون گوشه به اینجا به ما رسید، این اولین شعری است که در مورد قتل عام شدگان 67 تا اونجا که دیگران هم بیاد دارن نوشته شده. اون رو من در همون زمان در رشیاد مشکل کردم، شهیدم 2 سال پیش هم بدون اینکه اسم من گفته بشه به درستی،
در خاوران این رو خواندن. اینجا هم یه دوستی گویا اینا اجرا کرد که من نشنیدم ولی شنیدم. در صورت این جاهای مختلف چاپ شده تکرار، ولی به عنوان ختم سهم من این نشست برای شما میخوام. مقتول لعنت آباد اسمش اون موقع که این شعر ساخته شده، جزئیات محلی که بچه ها رو بسی جمعی بود نیامده بود، فقط میگفتم خاوران نزدیک اون گورستانی است، درست کردم بیابان که من نوشته بودم اون موقع که بیابانی است در حاشیه کبیر که حزب الله اون رو لعنت آباد میدونه، مردم اما با زبان عشق میگوین گلستان خاوران. اسمش هست مقتول لعنت آباد. هنگام که غبار خاکستری سحر بر چهره خیس بنفشه‌زار می نشیند و عطر بیدریغ آفتاب پگاه کوچه های یخزده را گرم می کند، زیر نگاه آن که در چار قد سیاه خود شکسته به شوق دیدارت را بر آستانه در نشسته است می آیی. هنگام که خیابان هاگ خاموش این شب خوف در شعله فریادی گر می گیرد و شتی از عشق و بهار نارنج خواب خوش سنجاقک ها را می شکند می آیی. هنگام که می آشوبد خاک بیباک در گام هاگ معترض بردگان کار و کارخانه ها و مزرعه های میهن در بند در سرود دلکش آزادی نفس میکشند می آگی در حلحله هزاران مشت در رودخانه از آژیر کارخانه ها در هجوم رویش مزارع آزاد شده در سفره ها که پر از نان و بر تلی از حلوی آبادهای ویران می آدی. آهای مقتول لعنت آباد که دشنهی در پشت و زخمی درشت بر سینه داری، می آیی با اولین جوابی آن طوفان بزرگ و عاشقان می رقصی در رقص شادمانی جنگل. آهای مقتول لعنت آباد با اولین وزش با اولین جوان با اولین سرود می آگی به تنپوش مشبکت تا همیشه پرچم خواهد شد. Thank you.